در ایران عفیف نعیمی از مدیران جامعه بهایی که دوران 10 سال حبس خود را سپری می کند و برای درمان به خارج از زندان منتقل شده بود، به رغم عوارض ناشی از بیماری های متعدد و جدی به زندان بازگردانده شد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا می گوید بی‌اعتنایی مقامات به سلامت آقای نعیمی و سایر بازداشت شدگان بهایی سابقه ای طولانی دارد. آقای عفیف نعیمی که 56 سال دارن با وجود بیماری شدید قلبی به زندان برگردانده شدن تا حکم 10 ساله زندان خودشون رو بگذرونن. آقای نعیمی چندین بار در زندان بیهوش شدن و به بیمارستان منتقل شدن و احتیاج به مراقبت‌های ویژه پزشکی دارن و نه تنها ایشون بدون دلیل و تنها به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی زندان شدن و محکومیت 10 ساله گرفتن، بلکه حتی حق مراقبت های پزشکی هم از ایشون گرفته شده. و با اینکه آقای ظریف در بیانات اخیر خودشون گفتن که هیچ بهایی در ایران، یعنی بهایی بودن در ایران جرم نیست، با این حال آقای نعیمی و ده ها بهایی دیگه که در زندان به سر میبرن در حال حاضر تنها به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی و بهایی بودنشون دستگیر شدن، بازجویی شدن، محکوم شدن و سالها زندان رو در ایران سپری میکنن. به گفته خانم سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، بیش از 80 بهایی به علت اعتقادات دینی خود همینک در زندانهای سراسر ایران دوران حبس خود را سپری میکنند.